بچه بغدان بس بابیر بابیرم لورا بین لایران بین خموش پارس. این افراد عراقی هستند که زبان فارسی را نه در سفر به ایران بلکه به طور مادرزاد سخن میگویند. به خیابان الکفاه در مرکز بغداد رفتیم. اکثر ساکنان آن مردمانی هستند معروف به فعلی یا لکی که صدها سال است در عراق ساکنند، اما زبان فارسی و گویش لکی خود را از یاد نبردند. خیلی اینجا بلد فارسی بلدن، زیاد داری فارسی حرف میزنن. آخر نه اصلشون لوره. اکثر فعلی های عراق در سه استان بغداد، دیاله و واسط هستند و با مردمان ایلام و کرمانشاه و لرستان در ارتباطند، با این تفاوت که لباس عربی به تن می کنند و با عرب های عراق الفتی دیری ندارند. قوم ایما همه به ایران ایما داریمان، به تهران داریمان، به ایلام داریمان، به قصر شیرین داریمان، لرستان داریمان، این همه قومان مانند خوچان میان به لامان به زیارت، ایمان بریمان برشان به زیارت. قاپی و عشید الحمدلله، وقت او ظالم و پسر ظالم شید قاپی و عشید برای هر دو طرف ها الحمدلله و شکر. ایما تو قابلیه فعلی ها برای حفظ فرهنگشان شبکه‌ای ماهواره‌ای هم دارند به نام الاشراق، با موسیقی سنتی و برنامه‌های فارسی که یادآور تاریخ مشترک ایران و عراق است. لهجه کلهوری بالذات، تلاش ما این است که لهجه کلهوری که وجه مشترک فعلی ها و لک های ایران و عراق است را با مخاطبانمان بیشتر آشنا کنیم و در این راه به موفقیت های چشمگیری نیز دست یافتیم. در قانون اساسی عراق فعلی ها جایگاه ویژه‌ای دارند و از آنها به عنوان مکمل تاریخ نوین عراق یاد می شود. فعلی ها برای حفظ عراق یک پارچه نیز در تکاپو هستند و برای این هدف جوانان خود را همپای دیگر داوطلبان مردمی راهی جنگ با داعش تکفیر و صهیونیست کردند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.